ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. اون به قول شما خانم شفیق هم که معتقد است به این که این انقلاب یک فتنه بوده، در حالی که خود شاه فقید اومد توی رادیو و گفت که در رادیو تلویزیون و اعلام کرد که صدای انقلاب شما رو شنیدم و خب این یک انقلاب بود. آدا بنده اینجا بشینم انکار کنم انقلاب نبود؟ انقلاب یعنی چی؟ ما بیایم ببینیم انقلاب چه خواستی داشت بگیم انقلاب بود یا نه. حالا دوستان همش فکر میکنن سولیوان نشست با سر آنتونی پارسونز توطئه کرد. و با درود فراوان به شما، هفته اول 36 سال انقلاب اسلامی را آغاز کردیم. طی دو هفته گذشته شما را با تفسیرهای 10 سالگرد انقلاب اسلامی آشنا کردم و نکته با اهمیتش در این بود که در 10 سالگرد انقلاب به دعوت شاهزاده رضا پهلوی بیش از 10,000 نفر از ایرانیان لس آنجلس کوچ کرده با دیدگاه‌های کاملا متفاوت با شعار همبستگی در این شهر گرد هم آمدند. اما نکته جالب‌تر این که امروز در نشست‌هایی که ایشان از هممیهنان دعوت به شرکت در آن می‌کنند فقط شاید قدری بیش از 100 نفر شرکت ندارند. چه شد که به اینجا کشید؟ جواب دقیقی برای این امر وجود ندارد متاسفانه، بلکه افراد مختلف دلایل کاملا متضادی را در این ارتباط ارائه می‌دهند. به هر حال طی این سال‌ها این تغییر و تحول به وقوع پیوسته، اما برای نزدیک شدن به واقعیت‌های مسائل این دوران مهاجرت طولانی ما باز هم از هر دری وارد می‌شویم. امروز می‌نشینیم پای صحبت دکتر علیرضا نوری‌زاده، صحبتی که درست 30 قبل با او داشتم. ما در تلویزیون ایرانیان در سال 1981 یا بهتر بگویم 1360 که آغاز به کار کردیم، جامعه غربت‌گزیده لس آنجلس را همیشه در مسیر اخبار و وقایع داخل کشور قرار می‌دادیم. این امر به غیر از پخش اخبار توسط مصاحبه‌ها و اختصاصی با اندیشمندان و روزنامه‌نگاران و صاحب نظران ایرانی انجام می‌شد. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که هموطنان ما در این شهر نسبت به شهرهای دیگر ایالات و کشورهای مهاجرپذیر بیشتر در جریان مسائل ایران قرار داشتند. حالا لابد میگویید ولی چگونه است که عده زیادی در این شهر از واقعیت‌ها دور ماندند و دور هستند و هنوز هم رفتاری لس آنجلسی را عرضه می‌کنند. به نظر من اگر این امکانات نبود به قول معروف آش از این هم خیلی شورتر می‌شد. بگذارید به لندن می رویم و می نشینیم پای صحبت دکتر نوری‌زاده در نشستی که 30 قبل در منزل او، فکر می کنم در محله ایلینگ لندن انجام شد، نگاه می کنیم. به هر حال با نگاهی به دیدگاه 30 قبل و مقایسه آن با امروز ما را به واقعیت های امروز من بیشتر نزدیک می کند. با ما باشید. بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، پس از گذشت 1 صحبتی داریم امروز دوباره با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده. آقای دکتر نوری‌زاده، در این 1 که ما با هم صحبت کردیم و بازتاب صحبت‌های شما سال گذشته در تلویزیون ایرانیان لس آنجلس میدونید که چقدر زیاد بود، آیا در اینجا هم شما بازتابی داشتید؟ بله، اگر بازتاب رو به معنای واکنش های مثبت و منفی در نظر بگیریم که از سوی هموطنانمون ابراز شد و در واقع گروه ها و یا انسان هایی که هر کدوم معرف طرز فکری بودند نسبت به اون حرف هایی که زده شد، به هر حال واکنش های متفاوتی ابراز داشتند. ولی در مجموع یه نکته رو باید روشن کرد، من یک حرف خیلی عجیب و غریبی رو عنوان نکردم. من در واقع درد دل و حرف حال گروه هایی رو گفتم که در ایران معتقد هستند که سرنوشت مردم رو
باید خود مردم تعیین بکنن و اصل حاکمیت ملی باید به عنوان یک اصل واجب و یک اصل ضروری در هر تحول آینده‌ای در ایران در مد نظر قرار گرفته بشه. به همین دلیل این حرف رو خب من زدم، خیلی ها هم قبل از من زده بودن، ولی به هر حال یه تریبونی من پیدا کردم و این رو عنوان کردم. اما بعضی ها که همونطور که پارسال اشاره کردم سرشون رو در برف فرو بردن و گمان میکنن که به صرف این که در بیرون مدعی یک نوع طرز فکر هستن، لابد فردا هم از آن اونهاست و ملت ایران باید فرزندانشون رو در برابر پای اینها قربانی بکنه، چون در لس آنجلس یا در لندن و پاریس در خیابانها به فرض حرکتی کردن یا یک شعاری دادن یا یک روزنامه‌ای در آوردن. ولی این گروه خب خیلی بهشون برخورد و ناسزا و تحریف و توهین و همه نوع کاری رو انجام دادن. ولی من خوشحالم که صحبت‌هایی که ما کردیم در مجموع از سوی کسانی که با طرز فکرهای مختلف ولی با ایمان به حاکمیت ملی در صحنه نبرد با رژیم خمینی هستند، از سوی اونها استقبال شد. من یکی دو مورد رو به شما مثال بزنم که برای من خیلی چیز جالبی بود. از جمله یکی از به اصطلاح گروه هایی که معرف طرز فکر مشروط خواهان واقعی است، کسانی که به انقلاب مشروطه ایمان دارند و کلیه اصول و آرمانهاش یک به یک مورد نظرشونه، نه اینکه یک عصر رو بچسبن و بقیه رو رها کنن، اینها به طور مطلق این حرفا رو تایید کردن. در برابر کسانی هم بودند که در شکل نظام با نظامی که در مشروطه ازش عنوان شده، یعنی با نظام سلطنتی، احتمالاً توافقی نداشتن و مثلا خواهان جمهوری ملی بودن یا معتقد بودن که مردم نظامی رو باید غیر از نظام سلطنت تعیین کنن یا تعیین خواهند کرد. اینها هم با این نوع بیان موافقت نشون دادن، به این دلیل که در این بیان گفته شده بود میزان رأی مردم است و فردا ما باید تابع رأی مردم باشیم. وقتی که وارث تاج و تخت ایران از یک طرف عنوان میکرد که اگر فردا مردم به جمهوری رأی دادن بنده هم دنبال جمهوری خواهم رفت و رأی مردم رو به طور دربست میپذیرم، و از این طرف آقای دکتر مدنی که معتقد به جمهوری ملی مردمی بود میگفت که اگر فردا در ایران مردم به سلطنت رأی دادند، من با این که معتقد به جمهوری هستم ولی سلطنت رو میپذیرم، در واقع شما دو دیدگاهی رو داشتید که به یک چیز نگاه میکردن منتها احتمالاً از پشت دو عینک و از دو زاویه. و در این وسط گروه دیگری رو باز ما مطرح میکنیم، نهضت مقاومت ملی، که امروز به عنوان سمبل مشروط خواهان به اصطلاح معتدل معرفی شده. اونها هم از یه دیدگاه با ایمان به آرمانهای مشروطیت، ضمن ابراز نظر خودشون که میگفتند ما قانون اساسی مشروطیت رو در بس پذیراییم و اگر به سلطنت اعتقاد داریم سلطنت رو در شکل به اصطلاح سلطنت شاه و نه حکومت شاه میپذیریم و شاه رو به عنوان سمبل میشناسیم، اونها هم چون مسئله اصل حاکمیت ملی رو اعتبار والایی بهش میدن و ارزش بهش میگذارن، بنابراین اونها هم با این طرز فکر مخالفتی نداشتن و خیلی هم تاییدش میکردن. اینجا ما مشکلمون با دو گروه بود، دو گروه افراطی در دو جناح راست و چپ، یعنی گروه های افراطی که از همینجا نشستند و برای مردم ایران فردا تعیین تکلیف کردند. یه گروهی که میگن خیر، ما میدونیم که در آینده ایران سلطنت و خلافت، خلافت نوع رژیم آیت الله خمینی، این مردوده. و بعد میگن که کسانی که با رژیم سلطنتی همکاری کردند و با رژیم فعلی همکاری کردند، اینها هم از دیدگاه ما مردودن و در آینده ایران نقشی ندارن. خب اگر صحبت همکاری باشه، همونطور که عده‌ای محکومن که با رژیم گذشته همکاری کردند، بسیاری از این گروه‌ها هم روی کار آورنده خمینی بودن و تا دو سال بعد از روی کار آمدن خمینی خودشون همکار و شریک و همبسته خمینی بودن. بنابراین اینها دیگه نمیتونن مدعی بشن که چون هر کس با خمینی کار کرده یا هر کس با
رژیم گذشته کار کرده، پس در آینده ایران اینها نقشی نخواهند داشت. و بعدم از اینجا بشینن برای مردم یک شکل قالبی حکومتی رو تعیین بکنن، بگن هر کی اینو قبول داره خادمه، هر کی غیر از اینو قبول داره خائنه، و از انسان‌ها به عنوان یک مش ابزار استفاده بکنن. این همون کاری که رژیم آیت الله خمینی هم در ایران میکنه. آقای نوری‌زاده، من دلم میخواد یه قدری مشخص‌تر صحبت بشه، منظورتون از این گروه به خصوص کدوم گروهه؟ ببینید، من بحثی که خیلی دقیق بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، من وقتی اومدم اینها رو دسته‌بندی کردم به جناح چپ و جناح راست افراطی، یعنی راست و چپ افراطی، در اون جناح چپ شما چند حرکت چپ رو میبینید که این حرکت ها به اصطلاح یکیشون که دارای یک روبنای سوسیالیستی و زیربنای مذهبی است، خب گروه مجاهدین خلق، بعد در کنار شما گروه چریکای فدای خلق رو دارید که خود اونها باز با مجاهدین دارای تباین نظر و تباین جهان بینی هستند، بعد حزب توده رو شما باز دارید به یک نوعی، و بعد در کنار اونها حرکت های چپ کوچکی رو دارید که به هر حال اگرچه کوچک ولی پر سر و صدا هستند، چون به هر حال اصولا چپ از نظر سازمان بندی تبلیغاتی همیشه بر جناح ملی و معتدل برتری داره، برای اینکه اونا تبعیت کورکورانه میکنن و دستورات از یک جا صادر میشه و آدم ها حق اظهار نظر ندارن، بنابراین وقتی چارچوب در یه جا ساخته شد و به شما ابلاغ شد، شما هم کورکورانه خوب اجرا میکنید، ولی در یک سازمان دموکراتیک ملی و معتدل همه افراد حق اظهار نظر دارن. رهبر گروه وقتی یک حرفی رو زد، بنده اگر به عنوان عضو گروه باش مخالف بودم، برمیگردم میگم آقا حرف تو درست نیست و من قبولش ندارم. به هر حال این طرف هم جناح راست افراطی دست کمی از اونور ندارن و گاهی هم بدترن، یعنی اینها هم برمیگردن. خیلی جالبه، با افتخار میاد میگه که بله من ساواکی بودم، افتخارم میکنن، یعنی افتخارم حالا میکنه، چون کار رژیم فعلی کار خرابی بوده، او مجوز پیدا کرده بگه کار خراب منم چون از کار این کمتر خراب بود پس کار خوبیه. خب اینا هم یه طرف جمع شدن، و به اعتقاد من گاهی وقتا که من نگاه میکنم میبینم چقدر اینها بینشون راست افراطی و چپ افراطی هماهنگی وجود داره، برای اینکه در درجه اول دشمنی های هر دو متوجه یک چیزه، اونم متوجه حاکمیت ملی، یعنی هر دو پیش ساخته برای مردم خیالاتی کرده، یکی برای مردم بساط دموکراتیک خلق و دموکراتیک اسلامی و دموکراتیک همین چیزهایی که پشت سر هم میشتویم که بدبختانه اسم دموکراتیک هم زود میذارن کنارش. آقای قذافی میگه اتحاد جماهیریه خلقی سوسیالیستی دموکراتیک لیبی، یمن جنوبی هم میگه جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی، برای همشون هم دموکراتیکن. پلپوت هم همینو میگه، رژیم فعلی کامبوج قذافی که تمام عنوان‌های جهان رو اصلا بله همه رو چسبونده، اون دیگه خودش راحت کرد، یعنی هم ملی هم سوسیالیست هم اشتراکی همه چی هست، اصلا سمبل شده این قصد. اینها هم خب دموکراتیک رو چسبوندن به خودشون و خلقی هم هستن، و حالا میگم زیاد راجع به لفظ صحبت نمی کنم، ولی به هر حال گاهی اوقات هماهنگی همونطور که گفتم اینقدر بین اینا زیاده که آدم میبینه که پیش خودش میگه گاهی اوقات واقعا مثل این که اصولا افراد در هر شکلش تمام عوامل و اساس و بنیادش یک جوره، یعنی در افراد شما چشمت بسته است، فاصله منطقی جهانبینی شما درست از حد دو چشم تا نوک دماغ شماست، یعنی شما یه مثلث روبرو داری که برای اون دست راستی مثلثش نوکش میشه خدا شاه میهن، که حالا بعد خدا شاهش و خداشو که اخیراً انداختن میهنش هم زیاد کاری ندارن، سه تا زلشو میکنن شاه و اسمشو میزن شاه اللهی، این ورم خلق اللهی خودشونو قبلا مینامیدن اما حالا دیگه خلق و زیاد کاریش ندارن، حالا دیگه مسئله همون مسئله که براتون گفتم مثلا اون جمهوری است که معرف شدن و میگن بله ما با جمهوری دموکراتیک خلق یا دموکراتیک اسلامی یا غیره که در آینده ایران برقرار خواهیم کرد درهای بهشت رو به روی ملت ایران باز میکنیم، این ملت بدبخت زرچ کشیده ایران هم که اونجا داره جون میکنه و پدرش در میاد
با زبان بی زبانی و با زبانی داره داد میزنه به اینا. آقا جان من نمیخوام شما در بهشت رو برام باز کنین. یه بار امام خمینی باز کرد بس، بنده دلم میخواد خودم برم مثلا در جهنم رو خودم باز کنم. اینا میگن نه، ملت ایران شعور نداره، ما باید براش تصمیم بگیریم، چون آسمان سوراخ شده، ما یه عده اومدیم پایین، افتادیم تو پاریس و لندن و توی آمریکا، و ما اجازه داریم برای ملت ایران تصمیم بگیریم فردا یا تاج بذاریم سرش یا کلاه فلان رفیق و فلان برادر رو بذاریم به سرش که بگیم که بله رفیق رئیس جمهور یا اعلی حضرت همایون قدر قدرت قوی شوکت. هیچ کدوم اینا نمیپذیرن که مردم ایران چه مشروط خواهش چه جمهوری طلبش خسته شدن. مردم از این که براشون کسی زندگی تعیین بکنه خسته شدن، مردم از افراد خسته شدن، چه راست چه چپ. مردم خواهان اعتدالن، مردم در طول این 5 سال فولاد آب دیده شدن. من فکر نمی کنم در دنیای امروز، در کشورهای جهان سوم و حتی این فرصت اجباری تبعید برای ما زمینه فراهم کرد که تو همین اروپا بگردیم، هیچ جامعه‌ای مثل جامعه ما پولیتیزه شده باشه، جامعه سیاسی یا سیاست زده شده باشه. امروز شما با یک کارگر ایرانی وقتی صحبت میکنی به قدری قشنگ برای تجزیه تحلیل میکنه. این رژیم جمهوری اسلامی تمام معایبی رو که داره، در یعنی هر رژیمی که بخوایم به عنوان توتالیتر، رژیم به اصطلاح دیکتاتوری، رژیم استبدادی، همه اینا رو که روش میذاری نکاتی درش هست که این نکات قابل توجه. این رژیم به خاطر اینکه خودش رو از توده های مردم میدونه، یعنی میگه که شما نگاه کنید به وزیرش، مثلا سوابق تحصیلی وزیرش رو میخونید میبینید که 2/3 اغلب خب کجاها زندگی کردن، از توده سطح توده مردم اومدن، بعدم مذهبی بودن، به نحوی با اینا در ارتباط بودن یا قوم خویش بودن، شغلی گرفتن، با همون زبان خیلی هم سطح پایین عوامانه میستن و صحبت میکنن، برای اون گروه معدود طرفدارانش هم جذابن. اما یه نکته مهمه، مردم ما که در ابتدا این حرفهای اینها رو و حرکات اینها رو به نوعی صداقت تعبیر می‌کردن، یعنی مردمی که از اون تجمل پرستی گذشته احتمالاً بیزار شده بودن و این بازگشت به سادگی رو نوعی بازگشت به خود تلقی می‌کردن، بازگشت به اون سنت‌های زیبای جامعه ایرانی، خیلی زود فهمیدن اینا کلکه، یعنی خیلی زود اینها رو شناختن. امروز دیگه مردم گول نمیخورن که آقای رفسنجانی یا آقای خامنه ای میاد اونجا میسته تو نماز جمعه و با مردم رو به رو صحبت میکنه. مردم دیگه نمیگن عجب این آدم تو توده مردم میاد، نه، مردم میدونن که 5 ردیف جلوشو که سپاه پاسداران دیوار مسلح گذاشت، آقای خامنه ای تو چاله گودال قبر میره میسته نماز میخونه، بالا سر و پایین سر و هلیکوپتر داره میپاد، دور تا دور منزل آیت الله خمینی رو در جماران به فاصله 3-4 کیلومتر توپخانه ضد هوایی گذاشتن و غیر کس نمیتونه بره، سر تا سر نخست وزیر هم دورش بستن. پس اون بچه کوچه ورزشگاه شاپور هم که اومده شده نخست وزیر، مردم دیگه خیلی راحت میدونن که او هم دیگه از طبقه خودش بریده، او هم تجمل پرست شده، که این روزا میبینین خود آقای خمینی و بقیهشون هم صداشون در اومده که داد میزنن آقا آخونده تجمل پرست شدن. یا آقای خمینی دیدم که داشت به روحانیون حمله میکرد و بعد خیلی جالب بود، تو گویی آینه را از برابرش برداشته بودن که خودش رو نمیدید، که خودش نیست، همون لباس برتنشه و در جماران زندگی میکنه و دور تا دورش رو محافظت میکنن و اگر روزی ضرورتی ایجاب بکنه که خارج بشه باز باید احتمالاً با اتومبیل ضد گلوله‌ای بره که رفسنجانی و کنی و بقیه رو میبره. غلط. مردم ما دیگه این تردستی‌ها رو باور نمی‌کنن. مردم ما انقدر خوش‌هوشیار شدن که شما با ساده‌ترین آحاد جامعه ایرانی وقتی صحبت می‌کنید، قشنگ می‌شینی براتون تجزیه تحلیل می‌کنه، میگه یه کسی صحبت می‌کردیم میگفتش که من آشنایی داشتم با این آقای ابوالفضل اجاره‌دار، یکی از این معاونان و مشاوران آقای نخست وزیر رژیم جمهوری اسلامی، و ایشون که یک آدم بچه ساده‌ای بود که دانشجوی مدرسه خانم فرمان فرمایان بود در دانشکده خدمات اجتماعی و بعد یه آدم خیلی ساده‌ای هم بود تو سازمان امور استخدامی کشوری، حالا ایشون
از آلمان برای منزلش سیستم مخصوص تلویزیون مدار بسته وارد کرده و تخت خوابی که توش آبه، از این تشک‌های آبی برای خودش بله وارد کرده در منزلش. حالا مجسم کنید آقای ابوالفضل اجاره دار رو این قلط بزنه چه حالتی برای آدم پیش میاد. خب مردم ما اینا رو دقیقاً میدونن. وقتی تو مجلس رشیدیان نماینده آبادان پا میشه 22 مورد سوء استفاده های وزارت نفت رو میشموره، او در واقع 4 ماه از مردم عقبه، چون 5 ماه پیش مردم اینا رو میدونستن. شما به این مردم دیگه نمیتونید تحمیل کنید آقا من میذارم تو سر تو بعد این رژیم رو انتخاب بکنید. نمیکنم. من اینقدر قشنگ با هر کدومشون بحث میکنی، فلان کس میگه آقا در ایران سراسر مردم کشته و مرده فلان آدمه. مردم ایران کشته و مرده هیچ کس نیست. مردم ایران فقط به کسانی احترام میذارن که به اصل حاکمیت ملی ایمان داشته باشن. این رو ما امروز الان درک کردیم. این مسئله خلقی بودن و نماینده خلق بودن الان مسئله روزه. یعنی هیچ مشخص نیست که اصلا کی این آقایون رو به عنوان نماینده خلق انتخاب کرده. متوجه منظور من هستیم؟ و مسئله روز الان اینه که ضد خلقی هم الان اینجا با وجود من، یعنی بنده و شما ضد خلقی هستیم. ببینید من اعتقاد دارم که این بازی هایی رو که بیرون انجام میشه، این لقب هایی رو که به هم دیگه دوستان میدن، اینها اعتبارش به نظر من اعتبارش ده، چون معمولا اینا در اون روزنامه ها مطرح میشه، این اعتبارش در حد همون یکی دو ساعتی است که این روزنامه به عنوان یه بحث داغ هست و بعد میره. چون خیلی جالبه ما در اینجا میبینیم که برای نمونه براتون میگم، مثلا آقای بنی صدر، آقای بنی صدر تا 5 ماه قبل تا 6 ماه قبل که هنوز جدا نشده بود از شورای ملی مقاومت، به عنوان یکی از اعضای شورا، عضو مؤثر و در واقع به وجود آورنده شورا و در واقع پوشش سیاسی دهنده به سازمان مجاهدین، چون سازمان مجاهدین دارای یک پوشش میلیشیایی نظامی بود ولی دارای پوشش سیاسی نبود، بنی صدر پوشش سیاسی بهشون داده بود، عزیز بود، اعتبار داشت و دارای ارزش بود و در همه جا هم با احترام ازش یاد میکردن، پیامش در صفحه اول روزنامه مجاهد به چاپ میرسید و از این قدر. خب به محض جدایی آقای بنی صدر ناگهان تمام خصال و صفتهای آقای بنی صدر گویی ازش یک شبه سلب شد. بنده اعتقاد ندارم که در ارزش دهی با آدم ها اونطور آدم باید زود تند بره که اونجور گرمش بکنه و اینجور هم زود سردیش بکنه، برای اینکه آقای بنی صدر همون آقای بنی صدر، آقای بنی صدر دیروز با آقای بنی صدر امروز هیچ فرقی نکرد، همون آدمه، منتها در یک شرایطی یه تشکیلاتی تصور کرد از این آقای بنی صدر میتونه استفاده بکنه و به اعتقاد من استفادهش هم کرد و بعد وقتی متوجه شد که دیگه نمیتونه، خب آقای بنی صدر رو تشکیلات به هم زدن. ولی آقای بنی صدر این حرفا رو همون وقت هم میزد، حالا هم میزنه. اون روزی هم که این بحثشون بر سر نوع روابط با عراق یا به طرح خودمختاری کردستان و از این قبیل شروع شد، بنی صدر همین حرفا رو میزد ولی تا جداییش 1 سال طول کشید. من میگم آدمها رو پوان دادن امروز به اینکه این آدم آدم انقلابی است و فردا به ضد انقلابی گفتن، این از اعتبار و ارزش این آدم ها کم نمی کنه. این در واقع کسی رو که داره این پوانها رو عنوان میکنه بی اعتبار خواهد کرد. این عکسش هم صادقه، یعنی اگر آقای بنی صدر هم امروز به مجاهدین برگرده حمله بکنه، در واقع اون صفتهایی رو که دیروز به مجاهدین داده سلب بکنه، به تو به زبان بسیار ساده خواهد گفت آقا من تا دیروز حداقلش اینه، من تا دیروز آدمی بودم که نمیفهمیدم، حالا تازه دارم میفهمم. یعنی نفی میکنه یه دوره بزرگی از عمرش. این عنوان دادن ها نباید کسی رو نگران بکنه، نه ناراحت بکنه، چون کسی که به آدم نمره میده و تمام این اعمال ما رو لحظه به لحظه مراقبه، ملت ایران تو داخل ایران، ما اگه گمان کنیم که اینجا ما به اون یکی بگیم تو خائنی، تو ضد انقلابی، تو فلان هستی، تو ضد انقلاب مغلوبه، این جالبه، اینم داره شما به ما میگه تو یا با ما یا بر ما. این مسئله که قدیم عربا میزدن ظاهرا امروز صادق شده، میگن که خب چون تو با ما نیستی پس تو ضد انقلاب مغلوبه، این رو چپ میگه،
راست افراطی هم میگه که خب چون تو هم نمیای بگی مثل ما در حرکت شاه اللهی ها حرکت بکنی، پس تو کمونیستی، چپی، عامل خمینی هستی، جاسوسی. 10,000 نوبت هیچ کدوم حاضر نیستن بپذیرن یک انسان میتونه به عنوان یک بشر، یک صاحب فکر دارای تعقل و اندیشه باشه. یک انسان میتونه در دنیای ذهنی خودش تطور و تحول داشته باشه. من دلیل نداره یک آدم ایستا باشم امروز در یک جا بیستم. من باید آدمی باشم دارای تحول و تطور، پویا باشه ذهن من. این ذهن پویای من به من میگه که حاکمیت ملی باید در فردای ایران مهمترین ملاک عمل قرار بگیره. مردم ایران باید تعیین بکنن سرنوشتشون. حالا این خیلی خوبه که امروز سازمان مجاهدین خلق بیاد بگه، شورای ملی مقاومت بیاد بگه آ ملت ایران با اعتقاد و ایمان با اصل حاکمیت ملی، ما معرف این نوع طرز فکریم، ما دوست داریم در ایران فردا جمهوری دموکراتیک اسلامی برقرار بشه. چریکای فدای خلق بیان بگن آقا ما دوست داریم در آینده فردا در ایران فردا جمهوری دموکراتیک خلق برقرار بشه. آقای دکتر بختیار میاد میگه من دوست دارم فردا، میگه من اعتقاد دارم به نهضت مقاومت ملی، معتقد است به اینکه فردا باید در ایران نظام مشروطه سلطنتی باشه. آقای دکتر مدنی و آقای نزیه میگن نه، در ایران فردا باید جمهوری باشه، جمهوری ملی باشه. و دیگری جور دیگه میگه و گروه ایران آزاد جبهه ملی این مسئله ایران آزاد هم بحثه، چون ایران آزاد اصولاً ارگان جبهه ملی ایران در خارج از کشور بود از 20 سال قبل و این مربوط به امروز و دیروز، این ارگان دانشجوییش بود. و این ایران آزادی که بعداً درست شد، خب این بعد از انقلاب بود و اونها بودن در آغاز. به هر حال اون گروه آقای لباسچی، آقای شاکری و آقای قاسمی و غیره، اینها باز معرفی یه نقطه نظری هستن، میگن که ما انقلاب رو میپذیریم در نهاد ضد سلطنتیش، ولی معتقدیم این رژیم رژیم فاسد و ارتجاییه که در ایران حاکمه. خب اینم نظرشو میگه. اون به قول شما خانم شفیق هم که معتقد است به این که این انقلاب یک فتنه بوده، در حالی که خود شاه فقید اومد توی رادیو و گفت که در رادیو تلویزیون و اعلام کرد که صدای انقلاب شما رو شنیدم و خب این یک انقلاب بود. آدا بنده اینجا بشینم انکار کنم انقلاب نبود؟ انقلاب یعنی چی؟ ما بیایم ببینیم انقلاب چه خواستی داشت، بگیم انقلاب بود یا نه. حالا دوستان همش فکر میکنن سولیوان نشست با سر آنتونی پارسونز توطئه کرد و این خود پارسونز، من باهاش مصاحبه میکردم، رفتم یک از صبح تا عصری توی دیداری با هم داشتیم که در کیهان منتشر شد، بعد با هم صحبت میکردیم، گفت برای من خیلی عجیب بود که من تا زمانی که در تبریز اون جریانات پیش اومد هنوز من با شاه صحبتی از این شلوغی ها نکرده بودم، چون من جرأت به خودم نمیدادم، شاه اجازه نمیداد به من راجع به مسائل داخلی حرف بزنم. اگر یک وقت یکی از وزرا ما در یه موردی میخواستیم یه چیزی بهش بگیم، زود زبونش رو گاز میگرفت که چیزی به من نگی، من راضی نیستم راجع به مسائل داخلی با شما حرف بزنم. ولی اون روز من رفتم دیدم خود شاه به من میگه آقا چیه جریان، او داره از من مصلحت جویی میکنه. پس اینا نشستن برای ایران انقلاب درست کنن، انقلاب درست شد. حالا گیرم که تای قضیه خب توپ و پاس دادن به آقای خمینی، به جای اینکه ملیون و کسانی که مستحق بودن که رهبری رو در دست داشته باشن، این پاس به دست آقای خمینی افتاد و رفت. یا اینا انقدر زرنگ بودن که بله، و اون بازی‌های پشت پرده و بله، حالا دیگه این آقای رمزی کلارک و ریچارد کاتم و اینا تای قضایاست، اون اوائلش اینجوری نبود. به هر حال ایشون هم که معتقدن که این ماجرا فتنه ای بوده و سلطنت تداوم خودش رو از دست نداده و پس اون رفراندوم جمهوری اسلامی غیرم همه اینا قلابی بوده، خب ایشون هم حق داره به عنوان یک ایرانی و معرف یک اندیشه بیاد حرفش رو بزن. چقدر زیبا خواهد بود که ما قدرت تحمل یکدیگر رو داشته باشیم و در فردای ایران مثل هر کشور دموکرات آزاد دیگه همه این اندیشه ها دارای امکان تبلیغ نظر خودشون باشن. چه اشکالی داره در ایران فردا
به فرض که یک اندیشه صاحب اکثریت نشد، ما هم یک نظام ائتلافی داشته باشیم، چه عیبی داره؟ مگه ما رشد دموکراتیک نداشتیم در ایران؟ ما 75 سال پیش، 80 سال پیش در ایران ما حکومت مشروطه برقرار کردیم. ما در تاریخمون نمونه هاشو داشتیم، منتها خب مجال پیدا نکردیم که دموکراسی رو تمرین بکنیم و ناگهان در این گرداب افتادیم. شاید حالا بعد از این شانس این رو داشته باشیم. بله چرا نه، امیدواریم. ملت قابلی هستیم ما. آقای نوریزاده خیلی متشکرم. من از پارسال تا امسال که ما هم دیگر کمتر دیدیم، فقط تلفنی تماس داشتیم، اتفاقاتی افتاد، از جمله دستگیری کمیته مرکزی حزب توده. در این مورد شما چه نظری دارید؟ حضورتون عرض کنم که یک به اصطلاح یکی از چیزهایی که به عنوان صفاتی که به عنوان هوشمندی آیت الله خمینی به اصطلاح همیشه منظور شده این است که این آدم مثل هر کسی که به اصطلاح به اندیشه ماکیاولی اعتقاد داره، یک ماکیاولیست مطلق، و هنگامی که یک مثلی میزدن میگفتن که ایشون وقتی، اولا بنده یه توضیح رو هم بدم، اینی که آدم میگه آیت الله خمینی، من دیدم بعضی ها یه دفعه جوش میارن، آقا چرا به این میگی آیت الله؟ آیا لغت آیت الله، این تیتر آیت الله رو بیشتر شیعه ها به کار بردن؟ اصلا در تسنن وجود نداره. وجود نداره؟ اصلا نیست. یعنی در تسنن، چون ببینید در تشیع هست که مکتب، به قول آقای شفا، مکتب دکانداران دین در برابر مکتب دین پر رونق شده. یعنی یعنی دین در واقع یه بهانه‌ای بوده برای اینکه یه دکانداری باز بشه. و خب از عصر صفویه به بعد زیر این آتش هی دمیدن، برای اینکه اینا بیشتر جنبه سیاسی هم داشته، برای اینکه در برابر ما خب دولت عثمانی بوده و که به اصطلاح مذهب سنی مذهب بودن و این طرف شیعه بوده، و به هر حال شروع استعمار غرب رو هم در همون زمان می‌بینیم که انگلیس‌ها برادران شلی رو به ایران می‌فرستند و فشار ایران به سوی وحدت مذهب داشتن در چارچوب ایران در تشیع و عثمانی به تسنن و ایجاد اختلاف بین این دو بلوک بزرگ اسلامی، این نظرشون بوده. خب آخوندهایی هم داشتن برای این وسائل از همون وقت تربیت کردن و بگذر. در حال در تسنن بالاترین مقامی که در از نظر علمی و مذهبی در اونجا وجود داره مقام مفتیه، یعنی مفتی که در واقع بزرگترین مقام مذهبی کشور یا شهر یا قصبه یا ده، اون مفتی است که به قول معروف فتوا صادر میکنه در مسائل. و خب تسنن زیاد به مسئله اجتهاد هم اعتقادی ندارن، اونا نص رو دارن که بر اساس نص رفتار میکنن، و یک مجتهد نمیاد بشینه برای خودش تفسیر کنه بگه خب امروز من دوست دارم اینو اینجوری تفسیر کنم، نه نمیکنم. بگذاریم. در واقع صحبتی که میکردیم این بود که آیت الله خمینی خیلی با رندی اومد بهره برداریشو از تمام این گروه هایی که در مجموع حرکت و این جنبش رو به راه انداخته بودن استفادهشو خیلی با رندی همون جور که گفتم کرد. مثلا خطرناکترین گروه برای او ملیون بودن، برای اینکه ملیون بودن که در میان مردم وجهه و زمینه داشتن. هنوز اون پیرمرد استخوان خشکیده‌ای که از زمان مرحوم دکتر مصدق به جا مونده بود، چون برای مردم جلوه زنده یاد مصدق رو داشت، هنوز عزیز بود. به همین دلیل خمینی اول انگشت روی اونها گذاشت، دونه دونه و به آزار اونا پرداخت. من هیچ یادم نمیره درست 2 ماه بعد از پیروزی آیت الله خمینی و دار و دستش بود در ایران که یک روز آقای دکتر سنجابی رو در یه جایی دیدم و دستش رو روی کمرش گذاشته بود و با حالت خیلی نزاری خم شده بود. من رسیدم بهش و سلام کردم، گفتم چیه؟ گفت دیگه چی میخوای بمونه؟ آدم 75 سال به این روز بیفته، به این پیری بیفته، و بعد این زجر و شکنجه‌ای رو که اینجا دارم میبینم برام هزار بار مرگ عزیزتره. خب او کاری کرد که مرگ برای سنجابی در عزیزتر باشه از موندن در وزارت خارجه. یعنی یک سگی رو به نام شهریار روحانی
افسارش رو باز کرد و انداخت به جون دکتر سنجابی. خب سنجابی رو با او از رابه در کرد. بله 30 سال از این گفتگو میگذرد و شما خودتان اگر با برداشت های امروزتان مقایسه کنید به واقعیت ها نزدیک میشوید. اما در پایان این برنامه بررسی کوچ بزرگ ایرانیان، بد نیست به اطلاعاتم برسانم که بنیاد ملی علوم در آمریکا اعلام داشت که ایران در زمین فرار مغزها در میان سایر کشورهای جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و تاکید شده که سالانه حدود 150 هزار دانشجو و نخبه ایرانی کشور را ترک می کنند. و جالب اینجاست که مقامات ایرانی هم بر این مسئله مهر تایید می زنند و در این هفته اعلام داشتند که زیان هر دانشجو دانشگاه شریف که نخبه تلقی می شوند و ایران را ترک می کنند چیزی حدود 4 تا 5 میلیون دلار برای ایران است. بله ما که فرادی به حساب می آییم، ولی در نظر بگیرید چه سرمایه عظیمی هر سال از کشور ما کوچ می کنند و به جامعه غرب می پیوندند. بله به جامعه غرب می پیوندند، نه به جامعه ایرانی. علت اصلی این رویداد هم تداوم 35 سال حکومت ملایان تشنه قدرت و پول است، نه چیز دیگری. بد نیست به این نکته غم‌انگیز هم اشاره کنم که چندی پیش خانم معلمی که در دبیرستان‌های ایران تدریس می‌کند و من او را در برلین در آلمان ملاقات کردم، با در نظر گرفتن 33 سالی را که در ایران خدمت کرده تأکید داشت که من اشتباه کردم و شما که به خارج آمدی از عمرتان بیشتر بهره گرفتید ولی من باختم. شنیدن این دیدگاه مرا خیلی متاثر کرد، چون به هر حال من یکی برای بیشتر بهره بردن از زندگی به اینجا نیومدم، بلکه وطنم برای من کاملا غریبه شده بود و با فاصله گرفتن از کشور غریب با مسائل دیگری هم روبرو بوده ایم. غربت و غریب را ضرب در هم کنید، این جامعه ما کوچ کنندگان است. نه این سرنوشت همیشگی ما نخواهد بود، مطمئن باشید. تا هفته آینده در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با